واکنش ها به بازداشت شاهزاده سرین چرا سرین به ایران رفت یک چهره شبکه های اجتماعی به نام شاهزاده سرین ششم فروردین سال 1403 در ایران بازداشت شد قوه قضایی ایران اعلام کرد که او پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت پس از معرفی به زندان جهت ادامه تحقیقات در اختیار ضابط قرار گرفت خبرگزاری میزان از او با عنوان سرین کرتیس فرد حتاک حت به مقدسات نام برده است وبسایتش خود را سرین بدیعی معرفی و در روزهای گذشته مخاطبان اینستاگرامش را با خبر حضور در ایران شوکه کرده بود. سرین در شبکه های اجتماعی خودش را منتسب به خاندان پادشاهان باستانی ایران می‌داند و سالهای سال ساکن آمریکا بوده است. او در سایتش نوشته که هدفش مبارزه برای پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی و فساد و بیعدالتی در ایران است. سرین سالها ویدیوهایی با محتوای گوناگون از انتقاد سیاسی تا نمایش تجملات گران قیمت و تصاویر جنسی منتشر می کرد که توجه منتقدان و گروهی از خامیانش را برانگیخته بود. او در محتوای انتقادی خود به نقد جمهوری اسلامی حکومت پهلوی و اسلامی پرداخت از این رو حضور در ایران در ابتدا برای بسیاری از کاربران باورپذیر نبود با انتشار خبر بازداشت او موجی از واکنش ها شروع شد از تمسخر گرفته تا نگرانی از مجازاتی که در انتظارش خواهد بود اما بعضی از فعالان خبرهای اینچنینی را راهی برای مدیریت افکار عمومی و پنهان کردن خبرهای فساد حکومتی از چشم جامعه میدانند بعضی از کاربران با یادآوری ماجرای بازگشت و بازداشت تتلو و چند چهره دیگر دستگیری سرین را هم در راستای پروژه های امنیتی جمهوری اسلامی می دانند. بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی و حامیان شاهزاده رضا پهلوی هم بازگشت و دستگیری او را مشکوک و خودش را همسو با تلاش حکومت برای بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون تفسیر کردند. شاهزاده سرین قبل از ورود به ایران در لایو اینستاگرامی خبر داده بود که قصد سفر به ایران دارد او در این لایو میگوید از آمریکا خسته شده و از گفته هایش برمی آید که پیش برخورد در ایران را نیز داشته است بسیاری از کاربران با دیدن ویدیوهای اینستاگرامش نگران سلامت روان او شدند او در آخرین لایو اینستاگرامی پیش از بازداشتش با نادیا زند چهره شبکه های اجتماعی تأکید کرد که در ایران است و اما به نظر میرسد به اشتباه موقعیتش را هم اعلام کرد در این ویدیو او گفت که در شهرک اکباتان است سرین ساعتی پس از انتشار این ویدیو بازدار شد اگر این پست رو دوست داشتید لایک کنید و کانال ما در یوتیوب رو سابسکرایب کنید